میوه رو نشسته نمیخورن آقا جلال. شستم عزیز، شستم شستم، اقلا حبه حبه بخور. انگور که حبه حبه نمیخورن عزیز. پس چجوری میخورن؟ اینجوری. نگاش کن تو رو خدا. دیدی؟ برو تو هم بجم بجم، یه عالم کار سرمون ریخته. چشم، به خاطر گل روی عزیز خانم هر کاری باشه انجام میدم. جلال، جلال هم بفرمید. بیا اینجا ببینم. چشم بفرمید، انگور میل کنین خانم. خانوما برو اون جعبه خیار وردر بیار. ده من الان اونجا بودم که. برو بیار. چرا وایستادی؟ برو دیگه. جلال ناصر کجا؟ چه میدونم والا. چرا میز و صندلی ها رو نیوردن؟ علی خان چه ایه دیگه؟ اونو ولش کن آقا جونت بیاد کفری میشه. ناصر رو بفرست دنبالش. چشم، اطاعت. امر دیگه نیست؟ برو بقیه جوارم وردر بیار. میبینی؟ عجب خانومی دارم، نمیذاره شوهرش دست به سیاه‌سفید بزنه. باریکلا باریکلا به این زن. خوبه، تمیز شد مادر. برو کمک زری. چه شد دیگه؟ جلال چیه مادر؟ گوشم به شماست. جعبه ها رو گذاشتی سر جاش، برو سراغ علی خونچه‌ای بگو قبل از اومدن بابات میز و صندلی ها رو بیاره. اطاعت مادر، خیالتون راحت بشه. زهرا چیه؟ چرا تو همی؟ جمال لیر کرده. لابد تو هم بازم دلشوره گرفتی. نه ولی آخه هر جا بود دیگه الان باید پیداش میشد. ببینم، شماها با هم قرار نداشتین؟ قرار چی؟ چه میدونم، گفتم لابد میخوایم با هم برین سینما. سینما؟ نه. میدونی زهرا جون، ایشالله وقتی تو هم بچه دار شدی این دلشوروهای علکی دست از سرت بر میداره. خب خانم، خیارها رو آوردم، جاشم جارو کردم. دیگه امری نداری؟ خب بس دیگه، نبک نریز. پس جعبه های سیب و کی بیاره؟ ناصره، از بوغ زدنش پیداست. نه جماله. میگم ناصره. منم میگم جماله. دیدی گفتم؟ سلام، خسته نباشین. نگفتم جماله. جلال اذیت نکن. سلام. سلام. اومدی مادر، خسته نباشی. سلام. سلام مادر، ماشین حاضره؟ گل زدی؟ بله عزیز، نگران نباش. سلام. سلام، چقدر دیر کردی؟ این گل فروشه معطلم کرد. گفتم یه گل زدم به یه ماشین که این همه معطلی نداره. دیدم اصلا گوشش به این حرفا بده کار نیست. بیا دست درد نکنی. آقا جمال بی زحمت یه سری بزن به علی خونچه ای، بگو وای به حالت، بگو صندلی ها رو واسه چی نیوردی. من نمیتونم، یکی دیگه بره. ماشینمو گل زدم. ده پس برو تو زیر زمین اون قالی بزرگره بیار. جریان سیمکشی و برقای حیات چی میشه؟ هنوز مونده؟ بابا خود احمد برقی میاد درست میکنه دیگه. برقی چه میدونه چی به چیه؟ پاشو برای قالی رو خودت بیا. پاشو بفرما. عیال عزیز کم فرمون میدادن، یک کم رسید. دست خوش باید. برو برو اون نوار چسب و فاز متر منو بیا. باشه. ناصر کجاست؟ والا نمیدونم. من میدونم، رفتن حلقه بخرن. این کارو باید دیروز میکردیم، نه حالا که کلی کار ریخته سرم. خب ناصر جون حاضر نشو، تقصیر من چیه؟ عیبی نداره، خودتونو ناراحت نکنین. اینجور کارا همیشه هول هولکی میشه. آخه ببین زنمو، من که بهش گفتم هر کاری داری دو روز قبلش به من بگو. مامان تا
طلا فروشه گفت حلقه فردا حاضر میشه تقصیر منه. خب بازر جون بهش میگفتی نمیرسن. خیال میکنی نگفتم؟ اصلا خودت چرا نرفتی باش صحبت کنی آقا؟ بابا سلوات بفسی، اصلا نه تقصیر توه نه تقصیر تو، همش تقصیر اون اسدالله خانه که کاراش اینجوریه، فقط بلد دستور بده. مگه تو نمیان؟ میبینی که زیر تابلو وایستادم. مادر جون تو بلند شو برو، من همینجا میشم. سلام. سلام آقا، خوش اومدی. بفهمید. سلام. بفهمید. کار فوق‌العاده‌ای شد. بفهمید. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خوبه؟ بسیار قشنگه. مبارک باشه، انشالله به سلامتی. شما هم امتحان کنی. خوبه، دست شما درد نکنه. میترسین دستتون کنی مزهش بره؟ مبارک باشه. ناصر جون تو اون برو آرایشگاه دیر شد، من اونجا پیاده کن بعدش هم برم خونه. آره دیگه، باید بری خواهرات و زنداداشاتو برداری بیاری. راست میگه دیگه، چرا میخندی؟ یا الله. سلام. سلام آقا جمال، خسته نباشی. سلامت باشی. پس مهری کجاست؟ سلام، من اینجا. بودو بیا. ناخونک نزنی ها. خوبه بابا. اونجا رو نبینم آقا جلال. به 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 به، خوب شد اومدی مشکبر. این دار شما که خیلی ماشالله باشه، گفتیم خدا کنه مشکبر بیاد که کارا رو اصولیس بشه. بذار بابا این عرق ما خوش بشه بعد. این عروس ما هم که اکبر آقا. میدونم چی میخوای بگی. بیا. واسه سر عقد خریدم. چی هست؟ بیا آچار شرخ طلا. وا. برای خودم چی خریدی؟ و با. وا. وای کوشا. وای. ماشک بر. ما چرا نمیای؟ کشتی ما رو که. اومدم بابا. اومدم. یکی دیگه دوماد میشه ما باید بدویم. کجا رو بگیرم ها؟ ببین میخوام این قالیو رو برش گردم اما پهنش کنم رو تختیه حوز. ببینم اگه من نیومده بودم تو چیکار میکردی؟ هیچی، صبر میکردی تو بیای جون تو. سلام بر همگی. سلام. سلام آقای محمدی. خسته نباشین. سلامت باشه. خوب از این کار در میام. اون تیپش به این کارو نمیخوره بچه‌ها. اجازه میدیم ما رچی. بفرمایید شما رچ کن. بکشیم. بگیر. بیا بیا بیا. پهنش کن. پهنش کن تختیه. خیلی خوب بابا. برنکو میرن. چرا سنگینه؟ بکش. حالا میان. علیک سلام خانم. میبخشی کلاس داشتم. باز که خودتو گچی کردی. انقدر سر به سر این آقا معلم ما نذار. گچ و تخته ابزار کارشه. چطوری با جناب؟ بد نیستم. کیفم رو یه جای مطمئن بذار، برقه بچه ها توشه. خب ما چیکار کنیم؟ اختیار داریم. شما بیا سر منو بهتر باش. این یکی کار من نیست. پس چی کار شماست؟ من میرم شیشه ها رو پاک.
اصلا هرچی خانم بزرگ بگی. سلام عرض میکنم خانم بزرگ. سلام آقای محمدی. اینا اینقدر حرف میزنن که آدم دچار حواس پرتی میشه. بفرمایید چایی. خیلی ممنون بزرگ. سلام. اول کار بعد تازه کردن گلو. چاییش تازه دمه. بیاین بخوریم بچا. بیاین. میبینی؟ میبینین چه مادرزنی گیر آقای محمدی افتاده؟ چطور؟ اکبر آقا چایی سرد میشه، بیان چایی بخوریم بعد. الان اومدم خانم بزرگ. خدا شانس بده که به ما نداد. داد؟ نداد دیگه. بفرمایی مادرزن شما چه بدی داره؟ هیچی، فقط وقتی بهش میرسی میخواد قوتت بده. نه که جنابالی مثل بره تو دلی بی دست و پا و بی سر زبونی. جلویشون هستم والا. جمال. سلام آقا جون. سلام. یه کارت دارم. سلام آقا جون. سلام. 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 تشریف بیارین بالا، کارتون دارم. سلام آقا جون. سلام آقا جون. بیا بالا، کارت دارم. مردا بیا. سلام آقا جون. سلام. یعنی چی کارمون داره؟ والا نمیدونم چه به که خیره. چی میخواد بگی؟ چی شده عزیز؟ نمیدونم والا. چی شدی؟ نمیدونم. امشب اق کنون داشت کوچیکتونه. شاید بعد از این دیگه از این بند و بساطا نداشته باشیم. ایشالا عروسی خودم در پیش آقا جون. تا هنوز یاد نگرفتی وقتی یه بزرگتر داره صحبت میکنه نباید بیای تو حرفش؟ حالا شما بفهمین آقا جون. مگه میذاره؟ ببخشین آقا جون، ببخشین. راستشو بخواین یه چیزایی شنیدم که شما باید بدونین. شاید امشب تو مهمونی ما خبری بشه. چه خبری آقا اسدالله؟ چه خبری بشه یا نشه معلوم نیست. اینه که از شما مردای فامیل میخوام حواستون جمع باشه. البته مهمونای ما آدمای محترمی هستن، اما خب ممکنه یه چند تا عوضی توشون بر بخوره و بخوان مجلس ما رو به هم بزنن. اینه که از شما میخوام حواستون کاملا جمع باشه. هر ناخلفی که دم تکون داد دومشو میگیرین از خونه پرتش میکنین بیرون، البته بی سر و صدا. سلام. 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 تا دیر نشده کارتونو بکنین بریم آرایشگاه. آذر و زرمو هم اونجا منتظره. خیلی خوش. دیر نمیشه، حالا نهار بخورین. ناصر آقا جون. ناصره. خیلی خوب، شما برین. فعلا به ناصر چیزی نگین. چشم آقا جون، بریم. بیام بچه. بیا. بیا باش. به سلامتی شادمات یک کف مرتب بزنید. ماشاءالله شادمات. بیم بچه بیم. ببین 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 گوشاش اینه و اینه می نبوسه. یه شادمات مبارک چطور مبارک 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 مبارک. خوب شد خوشمون شد، اینم مثل خودمون شد. خوب شد خوشمون شد، اینم مثل خودمون شد. خوب شد خوشمون شد، اینم مثل خودمون شد. بگی بخور. تشنم نیست. بگی بخور. آخه تشنم. من میگم بخور. بخور دیگه. بگی بگی بخور. این آخرین بار خوشی جنگ میکنه. مبارکه مبارکه. شوخی میکنیم ها، به دل نگیر یه دفعه. نه بابا نه بابا. اسدالله خان. بله. موضوع چیه؟ چه موضوعی؟ همون که باعث شده لشکر سلم و تور دور خودت جمع کنی. بی خیال. بی خیال کدومه؟ من دلم داره هزار را میره، اون وقت شما میگی بی خیال؟ میخوای بگم اون هزار را به کدوم شاهراه اصلی ختم میشه؟ کدوم؟
ابجی مولودت. شما هم که هر اتفاقی تو خانواده میفته میگین ابجی مولود. حالا چی شده؟ حسن سلمانی خبرهایی شنیده. وا پناور خدا، حسن سلمانی فضول محله؟ تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. یارو در خونگایی بوده، محله آبجی جونه. آخه چه دخلی داره؟ تو زندگی حریف همه چی شدیم الا زبون شماها. نه اینکه شماها یه اون با هم سازتون میخونه، اصل و خربوزه، از طلاب و مولود. اون که عددی نیست. من عدد مدد سرم نمیشه، ولی اینو میدونم که مولود آدمی نیست که پنهون پسل کاری بکنه. خلاصه میخواستم بگم گوشی رو دست دخترات بدی، به زهرام بگو تو مجلس زنونه اگه کسی شلوغ پلوغ کرد مواظبش باشه. یعنی راست راستی خبریه؟ چه خبری؟ گفتم فقط گوش به زنگ باشی. خانم جون. بله. بیاین. اومدم. برو ببین چی کارت داره. ای بابا روده بزرگه بسی کوچیکر خورد پس این آقا جون کجا؟ عزیز بچه را آقا جون نمیاد بابا، گرست نمونه، صداش کن دیگه. دلم داره قار رو قور میکنه ماما. هستالله خان. بله میبینی مامان گشنمه. بیا دیگه بابا. اومدم. آقا جون اومد. یالله مشقاب هست. بخوری خیلی برستاره. برای واسه خورش قاشق نذاشتی. بشقابت بده واسه بکشم. بابا برای منم میکشی؟ دستتون درد نکنه. بله آقا جون. باز با دست غذا خوردی؟ ببخشید یادم رفت. جلال. بله آقا جون. تو هنوز یاد نگرفتی که نباید پیازو با مشت خورد کرد؟ آقا جون کارت نبود خورد. پس چرا کارت سر سفره نذاشتی؟ اینقدر عجله داریم، کار داریم که دیگه نرسیدیم. حالا یه تیکشو بده من مادر. حالا کارت نباشه مگه چی میشه؟ میبینی از پیازم نمیگذره. بیا بابا جون بیا. اگه تو خونه خودمون بودیم اینقدر امر و نهی نمیشنیدیم. اونجام که تو هستی. بیدار شدی مادر؟ قربونت برم الهی بیدار شدی بابا. بیا بابا بیا. بیا بغل خودم دایی جون. بیا اینجا غذا بخور. من اینجا میشینم. بیا دیگه دایی جون. بیا خودم بهت غذا بدم. بیا جمال. بله آقا جون. سیم کشی اتاق ناصر هنوز تموم نشده؟ نه آقا جون هنوز یه خودش مونده. بی خود مونده. بلنشو برو غلام سیم کشو بیارش اینجا. تا امشب باید سیم کشی این اتاق تموم شده باشه. چشم آقا جون. وا چی کار داری بچه رو؟ بذار غذاشو بخوره. خب بخوره، من که نگفتم الان بره. نه عزیز جون من نهارم تموم شد. زهرا بخور بابا جون. چرا نمیخوری؟ بخور دخترم بخور. چشم. بیا بذار من بهت بدم. بخور 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 بابا بخور. آف دندواکا. جلال
مادر کمک کن ظرفا رو جمع کن. چشم، بیا بذار اونجا. کمک کن بده من. زهرا جون. بله. تو چرا آماده نشدی؟ من نمیرم. چرا مادر؟ آخه این همه کار مونده شما هم دستنها. مادر الان سقرا خانم و بیبی اینا میان کمکم میکنن. برو برو لباس تو بپوش حاضرشو برو. آخه بچه ها. برو مادر جون، من هستم قربونت برم. برو. تو که همش میخندی. خنده بر هر درد بی درمان دواست. ای الهی درد بی درمان بگیری. من که از مدت پیش گرفتم عیال. بچه ها تو نگرده تا من برگردم. ببین نگاه کن. اکبر آقا. بله خانوم. مواظب این قند و عسل باش تا ما برگردیم. باشه چشم. مال بد بیخریش صاحبش. بفرمایین بفرمایین. زری چرا نمیای پس؟ اومدم. صبر کن بیا شیرشو بگیر. ده بگیر دیگه. مواظبش باشی آخو. ای جو بابا دیر شد. ببین میگم من آخه همیشه شبون یه بارم رمزون آشه کشک خالمه بخورم پامه نخورم پامه. آره با زری ما رفتیم اومدم. بریم بریم. آخه خوب شد که رفتم راحت شدیم. به به مادر شدنم عالمی داره با نه؟ چه کنیم دیگه؟ صندلی ها رو آوردن بیاین کمک کنیم. بیا جناب. بیا اکبر بیا کمک. دستم منده من اینه میبینیم بابا. آقا آمدی بچه رو بذار یه جا بیا کمک. تازه حالا میای؟ چرا انقدر دیر کردی؟ چرا صندلی‌ها رو دیر آوردی؟ بجنبین بچه ها بجنبین کار داریم. بدو زود باش. باش. انقدر مس نکن بجنب دیگه. بله. یه دقیقه بیا. اومدم. آقا جون صندلی‌ها رو الان بچینیم تو عیاد یا باشه بعد؟ همشو که آوردیم بچینین. انقدر مس نکنی. دلت میاد دست‌الله خان؟ چرا این بچه رو اینقدر میچزونی مرد؟ کدوم بچه رو میگی؟ جمال دیگه جله همه کنفش میکنی. من چی بهش گفتم؟ خانم جو من از بچه دست و پا چلفتی ها خوشم نمیاد. نه جمال نه زهرا هیچ کدوم دست و پا چلفتی نیستن خودت هم میدونی. بس کن دیگه. نمیشه بهش گفت بالای چشمت ابروه؟ خانم جون بالای چشم من هیچ کوفتی نیست. ول کن دیگه. داد نزن. من یکی از داد تو نمیترسم. خانم جون نوکرتم سر به سر من نذار. تو چرا اینجوری شدی؟ چه جوری شدم؟ ده بگو چه جوری شدم؟ تو دیگه زیادی تو زندگی پسرات و دوماداد داری دخالت میکنی. اونا حق ندارم بدون اجازه یه تو آب بخورم. من حق دارم تو زندگی اونا دخالت بکنم. اونا بچه های منن. هر کاری هم که به صلاحشون باشه واسه شون میکنم. اونا دیگه بزرگ شدن. اونا اگه 100 سالشون هم باشه هنوزم بچه هن. اگه سرمو بذارم زمین اونا از گشنگی میمیرن. من اونا رو به سر و سامون رسوندم. من براشون تاکسی خریدم به اسم خودشون که کار بکنن. من براشون اون گاراژ رو خریدم. من دومادامو به سر و سامون خیلی خوب خیلی خوب. حالا چرا انقدر داد میزنی یواشتر؟
مگه میکروفون خورد دادی؟ همش میگه من ای؟ استوله خان به عروس گله چی میخوای بدی؟ بیا اینو خریدم که تو سر عقد بهش بدی. دستت درد نکنه. و اینم خودم بهش میدم. خیلی خوبه. ولی بهشون بگو نگر دارم چون روز به روز قیمتش میره باشه. بالا. تو ویترین کاظم زرگر یه چیزی دیدم خوشم اومد، خریدمش. قابل تو رو نداره. مال منی؟ خب بله دیگه. مبارکت باشه. وای دست درد نکنه، چقدر قشنگه، چقدر تو با سلیقه هستی عبدالله خان. معلومه، اگه سلیقه نداشتم که تو رو نمی گرفتم. به سلامتی عروس و دوماد، یه کفه مرتب. لودگی نکن جلال، به کارات برس. نوکرت هم شاگردت هم با بیا محمدی، بیا. محکم
بریم بالا، بریم بالا. عروس خانم خوش آمدی، بیا ببین از رنگ اتاقت خوشت میاد یا نه. با شما وقت میرا بردی. میخواستم ببینم اگه از رنگ اتاقش خوشش نمیاد، قبل از اینکه بیاد اینجا زندگی بکنه بگم رنگ اتاقشو عوض کنه. ابو جون مگه قرار ما شما هم بیکار یا؟ بریم. بفرمایید بفرمایید. عروس خسته است. بریم بالا. بریم بالا. سلام. بریم بالا. سلام. خوش آمدید دادم. خسته نباشید. حالا مهمون هم میرسن. این حرفا چیه میزنی برادر؟ ببین چه اتاقایی شدن. دست شما درد نکنه داداش، سنگ تمام گذاشتی. ایشالله که زیر سایه شما خوشبخت بشن. ایشالله. چی شد؟ کی رفته دنبالش؟ اکبر رفته دنبالش. یا الله. سلام علیکم. مبارک. خوش آمدین. بفرمایید. خواهش می‌کنم. الله به سلامتی و خوشی. بفرمایید بشینید. بفرمایید. سلام است الله خان. خیلی خوش آمدین. بفرمایید. بفرمایید. لطف کردین. بفرمایید. بفرمایید. یا الله. خیلی ممنون. خوش آمدین. بریم داداش، بریم پایین. بفرما داداش. آخه دستت درد نکنه داداش، چیزی کم نذاشتی. خوش اومدی عمو جون. خسته نباشی. ای بله عمو جون، اینجوری هست. دیر اومدی، نکنه کار دعوت دیر خدمتون هست. برو به کارت برس. چشم آقا جون. سلام آقا مصطفی. سلام. ای بابا همه افتادن به زحمت، من اینجا گرفتم نشستم خجالت زدم، والا برم کمک کنم. بشین برادر بشین. سلام، مبارک باشه آقا مصطفی. سلام، خوش اومدین. خیلی ممنون. همه زحمت های ما رو دوش شماست داداش، به خدا شرمندم. دشمنت شرمنده باشه داداش. آذر و ناصر برای من فرقی ندارن. میدونی داداش، آذر میگفت چرا نباید عقد کنون تو خونه خودمون انجام بدیم. بهش گفتم دخترم تو که میدونی خونه ما کوچیکه، در حالی که غریبه‌ها تو خونه عمو اسدالله عقد کنون و عروسی میگیرن، اون وقت ما بریم جای دیگه. اختیار داری داداش، خونه خودته. این حرفا یعنی چی؟ خدا از بزرگ کمتون نکنه داداش. یا الله محمد یا سلامات. لا محمد سلام علیکم. سلام آقا. سلام علیکم آقا. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش آمدید. سلام. لطف کردید. سلام آقا. خوش آمدید. لطف کردید. متشکرم. خوش آمدید. به خانوما بگو آقا تشریف آوردن. بفرمایید. بفرمایید. نه خیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم. ساکت باشین. آقا تشریف آوردن. همه چی آماده است؟ آره آماده است. آماده است. سلام باشم. سلام باشم. بفرمایید. بفرمایید. یا الله. بفرمایید داداش. خوش آمدید. بفرمایید. یا بفرمایید. من با اجازهتون برم بگم بچه های دیگه هم بیان. خواهش میکنم. اکبر آقا. بله آقا. آقای محمدی. بله آقا جون. جلال. اکبر آقا. بله آقا. تشریف بیاریم بالا. چشم. آقای محمدی. بله آقا جون. شما هم تشریف بیاریم بالا. چشم. بله کاری دارین آقا جون؟ همه چی مرتبه؟ بله. خیلی خوب بریم. خیلی خوش آمدیم. انشاءالله که مبارک باشیم. انشاءالله. همیشه عقد و عروسی و انشاءالله. به مبارکی و میمنت. انشاءالله. خب داداش با اجازه شما شروع میکنیم. بفرمید قربون شما. مهریه است. بله میانم. بشینید بشینید. بفرمید بفرمید.
با اجازه. با اجازه. با اجازه آقا رسول‌الله خان و آقا مصطفی پدر عروس. بسم الله الرحمن الرحیم. النکاح و سنت فرموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خانم ها و آقایان لطفاً یک صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با اجازه آقای اسدالله واعظیان پدر داماد و آقای مصطفی واعظیان پدر عروس. خواهش میکنم بفرمایید قربان. خواهش میکنم. به مبارکی و میمنت صیغه عقد و جاری میکنم. آقا اسدالله، آقا مصطفی، اجازه میفرمایید؟ استدعا میکنم، خواهش میکنم. داداش اجازه میدی؟ بفرمید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً یک کمی ساکت. آقای ناصر واعظیان، به من وکالت میدهید از طرف شما دوشیزه آذر واعظیان را با مهریه یک جلد کلام الله و نیز یک شاخ نبات و به نیت 14 معصوم 14 سکه بهار آزادی و یک تاکسی 0 کیلومتر به عقد دائم سرکار درآورم؟ با اجازه بزرگترا بله. مبارک هانسه. مبارک. مبارک. انشالله مبارک است. خانم ها ساکت باشن، ساکت باشن لطفاً تا صدای عروس خانم به گوش ما هم برسه. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه محترمه مکرمه آذر واعظیان، آیا وکیلم شما را به صداق یک جلد کلام الله مجید، یک شاخ نبات و 14 سکه بهار آزادی به نیت 14 معصوم و همچنین یک تاکسی 0 کیلومتر به عقد دائمی ناصر واعظیان در بیاورم؟ با اجازه پدر مادرم و بزرگترا بله. مبارک. مبارک. خیلی مبارک. دست شما در نکنید. خیلی مبارک. بفرمایید. مبارک باشه. داداش شناسنامه آذر رو بده ببینم. بفرمایید. این هم شناسنامه آقا ناصر. بفرمایید. شناسنامه عروس و داماد. قربان شما. پس محبت بفرمایید آقا اسدالله فردش بیارین دفتر. حتما حتما. حالا بفرمایید یه چیزی میل کنید. دو جای دیگه باز برن. یه جایزه بدین زحمت کم. ان شاء الله که موفق باشی. خب با اجازه شما. شادمات به پای هم دیگه پیر بشید. قربون شما. منم خوش اومدید. به سلامتی. خوش اومدید. خوش اومدید. خدا نگهدار. لطف کردید. در خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خب داداش بریم یه عکس با عروس و داماد بگیریم. بله بریم. سلام علیکم داداش مهتی. بفرمایید. بفرمایید. چطور آقا مهتی؟ ببینم با عوض محمود کو بعد نار حالش به هم خورد. خب بردیمش دکتر. خب قلبش گرفت. نه با آره دکتر گفت باید استراحت بکنه. ببین خواستم پیشش بمونم. خب گفتش که تو برو عذرخواهی کن بگو که من نمیتونم بیام. خب خب پس مواظب باش که آقا جون چیزی نفهمه چون خیلی ناراحت میشه. باش خب باش. حالا باید یه چه بگی بیشین کاری باری چیزی هیچ کاری ندارم. همه کارا انجام شده. برو با باشه بیشین همچه پرها چه خواه. چشم اومده. سلام علیکم. سلام چاکرم آقا بیتی گلوش. خواهش بکنم بیشین بابا. سلام قربان. سلام علیکم. مخلصم قربان. احوال شما. سلام شاطر جان. بیا بریم اونجا شاطر. ما اومدیم. سلام علیکم. سلام مبارک باشه. مبارک خوش اومدید. سلام علیکم. مبارک باشه. برو بالا ببینم چیکار می‌کنی. سلام علیکم. سلام علیکم. مخلصم شاکرم. قربون همتو. سلام علیکم. شاکرم. سلام علیکم. سلام علیکم. مبارک باشه. شاکرم. مخلصم. خوش اومدید. سلام قلام جون. خیلی خوش اومدید. قربونت برم. خودت مبارک باشه. چی آوردی؟ دست شما درد نکنه. بفهم. بفهم. خوش اومدید. بفهم. سلام به سلامتی. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. شاکرم. عزار گرام.
و حالا به سلامتی آقا اسدالله خان خانا گل سرسبد محله سالار سالارا سالار شوترهای تاکسی کف مرتب تر. خیلی متشکرم. حالا برای مهمونامو یه چیزی بگو بخند. چشم، شما دستور بده آقا اسدالله. چک بگو. دست شما درد نکنه، من برم بگم پسران بیان عکس بگیرن. ایوا خانم جون، تو رو خدا بفرمایید دهنتون رو شیرین کنین، بچه ها پذیرایی کنین. ناصر که یه خاله بیشتر نداره، هرچی چشم اندازم نمیبینمش. مامان حالشون خوب نبود آقا جون، نتونستم بیان، معذرت خواستم. خدا شفاش اومده، چشون هست؟ قندشون بالاست. آها قندشون بالاست، صحیح. بنده خدا زهره، قندشون بالاست. برو عکس بگیر. برو مادر. من عکس نمیگیرم. چرا؟ ای خوب نو سلامتی من عروس وسطی هم باید جلو عکس بگیرم. مادر این حرفا چیه؟ اول آخر که نداره. برو خاله وایسا، برو قربونه تا نیست. برو اخمو تخمه عروس وسطی. برو به سلامتی آقا دامان، یه کف مرتب به سلامتی آقا جلال آقا جمال، یه کف مرتب به سلامتی داشتن خودمونم، یه کف مرتب سلامتی آقای محمدی، یک کف بزنیم. مبارک سلامتی مرد مردان خانده از خانده سالارم مرد 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 مبارک 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 مبارک. سلامتی آقای مصطفی گرام، یک کف خیلی مرد. بفرمین شیرین بکنیم، بفرمین میوه بفرمین. سوپ آقا اسدالله، اجازه می‌فرمایید یه جوک بگم خدمتتون؟ امشب هر غلطی که دلت می‌خواد بکن، اما مواظب باش. نوکرتم. آقا یه احمد آقا بوده برق‌کار، یه شب برق می‌گیرتش، فیوز می‌پره. فیوزو چه می‌زنن؟ احمد آقا می‌پره. درت کار نباشه. ممنون، خواهش می‌کنم. خوب بود؟ بد نبود. من میگم همینجوری که هستیم یه دونه عکس ازم بگیرم. خوش شد اومد. ما چرا از من پذیرایی میکنین؟ از مهمونا پذیرایی میکنین؟ خب به چی بگم براتون؟ گوش کنی ما رو میگه گردنی بالا. حاج آقا از حاج آقا پذیرایی میکنی؟ گوش کنی یه جوک دیگه براتون بگم. حالا محض گل روی آقا از سجا یه جوک دست اول نادر بیس براتون میگم. بابا شب درزه نوکر یارو میگه من ساعت ندارم بابا. طرف میگه پس این چیه دسته؟ یارو میگه پاکت زردآلوه. مامان جان کجا؟ بشین نه جونه شما بشین نه تو نمیشه بشین مامان تازه هستش بفرمو دهن تو شیری کن. ناصر پاشو بیا بالا. بای جو ستون آقا جان بازم چیک بگو. ای بابا شما که همین بریم از یک کشی مراتون که آقایون مهمونای عزیز، ریز و درشت پاشین که میخواییم بریم عروس و دوماد رو بچرخونیم. خب حالا بچه آقا جون باشه شب عروسیشون. نه آقا جون، امشب رو میچرخونیم، شب عروسیشون هم تو صبح میچرخونیم. و حالا به سلامتی عروس و دوماد از اون کفای سفارشی بزنیم. Thank you.
اصل حرف تو بزن. اصل حرفمو بگم؟ آره. مگه تو قول نداده بودی با همون حرف بزنی؟ راجب چی؟ راجب چی؟ آره؟ راجب این که قرار نیست ما بریم اونجا. ما؟ یعنی؟ ما یعنی ما دیگه. همه حرفایی که زدم باد هوا بود. چه حرفایی؟ همین که همون نمیذاره رو پای خودمون وایسی. آقا جون چی کار به کار ما داره دختر؟ داره. من اخلاق عمو رو میدونم. جمال و جلال ببین. اصلا دیگه حرفش هم نزن. با صبر کرد. باشه، ما هم که نمیخوایم یه دفعه بهشون بگیم. ما یواش یواش حالیشون میکنیم. من به زنمو هم گفتم، بازم میگم. اصلا مثل که من به این شرط حاضر شدم زنت بشم. اه؟ پس ازدواج شما با من شرط و شروط هم داشته؟ بچه نشو ناصر، خودت میدونی. من میخوام تکلیف زندگیمون روشن بشه.